پیش از شیوع ویروس کرونا در اسفند سال 98 فیلم سینمایی یادم تو را فراموش ساخته علی عطشانی به روی پرده رفت. این فیلم سینمایی که در سال 94 تولید شد، 4 سال منتظر ماند تا بتواند به اکران عموم برسد. علی عطشانی داستان این فیلم را از ماجرای یک پرونده مطرح جنایی برداشته و پیمان عباسی فیلمنامه آن را نوشته است. داستان زندگی ناصر محمدخانی و قتل لاله سحرخیزان به دست شهلا جاهد یکی از داستان‌های واقعی و ملتهب دهه 70 است که پیمان عباسی بر اساس آن فیلمنامه یادم تو را فراموش را نوشته است. یادم تو رو فراموش. یارا من فقط یه بار ازدواج کردم. ببین من بزرگترین دروغ زندگیمو گفتم. یعنی من باید آخرین نفری باشم که خبر بدم. تولدت مبارک. چه خدا دیگه اینو تورست که شب اول انداخته بودم رو سرم. تو نمانی. از اذیتت کردم. دوستش داری؟ دوستت دارم. چی شده؟ اون شما چی کار میکنه؟ یه چیزی ته نگاهت هنوز آزارم میده. بابا جان من سهم تو نیستم. بفهمم. یه امشب و پیشم. امشب حتما ترانه رو برده بیا خونه ما بهشم چیزی نگاه یه جشن سورپرایزی براش. زندگی تو آتیش می‌زنه. زخم عمیق عشقت نشسته روی دستم. تو عاشقم نباشی من عاشقت که هستم. با این صدای خاموش یادم تو رو فراموش. یادم تو رو فراموش. در خلاصه داستان این فیلم آمده است دامون مربی برکنار شده یکی از باشگاه‌های پرطرفدار با دختری که سالها پیش با او در ارتباط بوده روبرو می‌شود. در این فیلم بازیگرانی چون حسین یاری، آزاده مهدیزاده، میترا حجار، ماهچهره خلیلی، مازیار فلاحی، خشایار راد و بیتا عطشانی حضور دارند. حسین یاری، میترا حجار، ماهچهره خلیلی، آزاده مهدیزاده و با حضور مازیار فلاحی. رو تنفرم، کثافت هرزه ی روانی. هرچی میگه قشنگه. یادم تو رو فراموش. اونجا چی کار میکنی؟ ترانه اونجاست؟ یه بار دیگه دورو شوهر من به پلکی از خودت بدتر میشه. قرارمون چی بود؟ چی بود؟ چی از جون من میخوای؟ چی از جون من میخوای؟ یادم تو رو فراموش. تهیه کننده و کارگردان علی عطشانی.